بالاخره روزه گرم تابستونی اومد، با هم دیگه قرار بریم تو بازار، حال و هوای این فصل گرما، این خرم و پزون رو احساس کنیم، کنار هم دیگه قدم بزنیم و این حرارت رو توی هوا حس کنیم و توی مردم. واقعا هوا گرمه. با من همراه باشید، قرار از بازار بریم تا سمت چراغ برق، ببینیم چی پیش میاد و چی میبینیم. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله دیگه تابستون اومد، همین الان دمای هوا ساعت 1 بعد از ظهر تو بازار 36 درجه شده. واقعا حرارت زیادیه واسه همون اوایل تابستون. این ساختمون رو میخوام بهم بگید که قبل از سال 57 دقیقا چی بوده. قراره با میبریم داخل بازار و حال هوای مردمی که تو این گرما بازم میان و پر انرژی و پر از جمعیت. البته بازار همیشه شلوغ بوده، ولی خب واقعیتش تو گرما یه جور دیگه سنی آدم سریع گرما زده میشن. یعنی اگه خودتون ببینید چقدر هم مشتری این توه. حالا هرچی به مرکز بازار نزدیک تر بشیم جمعیت بیشتری میبینید، به خاطر اینکه الان خروجی که خروجی مترو دقیقا از وسط بازار قرار داره. این قسمت همیشه دارم میسازم، نمیدونم دقیقا قرار چی بشه، احتمالا یه 4-5 سال دیگه تموم بشه. اینجا هم که بساطی که خیلی شلوغ. اینجا آسانسور متروه، برای همین یه ذره ازدحام جمعیتش زیاده. داریم میرسیم به مرکز خرید دلگشا، قراره تا چراغ برق ببرم. من تا حالا تا مسیر چراغ برق نرفتم از سمت بازار، به همین خاطر تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا حال هوا رو میبینید. از پوشش مردم میشه فهمید که چقدر گرمه و دوست دارن لباسای خنک بپوشن. واقعا بدن آدم احتیاج داره که از این گرما فرار کنه. چی میچسبه نوشیدنیه خنک؟ البته خاکشی، تخم شربتی، چیزایی که به رفع تشنگی یه جورایی کمک کنه و باعث نشه گرما زده بشی. واسه از این که حالا تو ایران هستن یا تو این ماه میخوان تشریف بیارن ایران، واقعا پیشنهاد میکنم سر ظهر بیرون نیای، مخصوصا اگه عادت نداره بدنتون، چون 100% دچار گرمازدگی میشه. الان جایی که خنک بیشتر داخل این مرکز خریداست که حالا یکم حرارتش فرق میکنه، ما قرار نیست برم داخل مرکز خرید. یا حالا مرکز خرید های شیک و پیک هم طراحی کردم. این بازار دلگشا الان تبدیل شده به پاساژ دلگشا. چه خنکه الان. خب بازار رضا رو هم فکر کنم خیلی بشناسید، خیلی از مردم همین تو همین دو تا مرکز خرید، تو همین دو تا بازار حالا پاساژی خرید میکنن. ولی خب بعضی ها میزنن به دل بازار و کلی چیز میز پیدا میکنن. یه چیز بهتون بگم، شاید باورتون نشه، حجم نقدینگی، یعنی چه عمده فروشی چه خرده فروشی تو بازار بزرگ همه جاشو در نظر بگیرید، واقعا یه جورای جزء وزنای سنگین به حساب میاد. چون شاید میشه گفت 90% بارا از خود همین بازار تحصیل میشه، شاید از مرزهای دیگه وارد ایران بشه، اول میاد اینجا و دوره از اینجا تقسیم میشه. یکی از قوانینیه که حالا خیلی نانوشته نوشته شده. من خودم الان واقعا احتیاج به یه آب خنک، الان خیلی خنک هم داشتم نیست، ولی خب نیاز دارم چون آتش هم به شدت زیاد شد. الان زمان ناهاره. ناهار هم خب دیگه هر کسی میاد بازار، واقعا اگه بتونه از پس هزینه هاش بر بیاد، چون یه ساده ترین غذایی که اینجا بخواید بخورید نفری 250 تومن براتون هزینه داره. 250 تومن با دلار 60 هزار تومن حساب بکنید. البته واسه شما که خارجید شاید عددی به حساب نداری، واسه کسایی که حالا ایران هم نه هنوز هم مبلغ قابل توجهیه این غذایا. این حالا همین عزیز داره آش میخوره. اینجا چلو کبابی مسلمه، خیلی قدمت نداره نسبت به کبابی های خود بازار، ولی بازم مشتری هاشو داره. الان صفش 50 اومده، با این حال که
چهار پنج تا سالن داره، کل این کوچه رو خریده، حالا چه بیرون بر چه سالن، چه مغازه‌ای که حالا آش و حلیم و غذای خونگی میده. رسیدیم سبزه میدون. سبزه میدون خب میشه که قدیمی ترین نقطه بازار به حساب میاد و اصلا نمیدونم چی بگم در موردش. داخلش دادن یه تغییراتی میدم، امیدوارم بعدا که نگاش کردیم و تموم شد یهو تعجب نکنیم چه اتفاقی افتاده. خیلیاتون خواسته بودید الان اینجا میرم سمت بازار کفاشا، پشتش نمیرم چون چندین بار بردمتون، ولی خیلیاتون گفته بودید یه سر بزنم به بازار بزرگ طلا و جواهر. چرا که نه، این دفعه به خاطر شما میرم، چون بعدتون گفته بودید که بازار طلا اینا بسته است. نه فکر نمی‌کنم. بریم داخلش ببینیم چه خبره، چه جمعیتی توش قرار داره. حالا این دست چپ هم بورس اصلی سکه و اینجور چیزا، این سکه ها رو اینجا میفروشن چون میخرن، یعنی به این مغازه های یک در یک نگاه نکنید، گردش مالیشون میلیارد ها میلیارده، اینجوری میتونید که فکر کنید. حالا حجره هاشون یک متر در یک متر، یکی از گرون ترین مغازه ها هستش اینجا. اصولاً هم اجاره نیست، شاید هم اجاره هم باشه بینشون، ولی اکثرا صاحب ملک هم. حجم نقدینگی طلا و چیزی که اینجا معامله میشه واقعا به شدت زیاده. مردم ما همیشه سعی میکنن اون پولی که حالا به صورت ریال دارن تبدیل کنن به طلا یا دلار، برای اینکه حفظ ارزش پولشون رو انجام بدن. حالا فعلا منطقی به نظر میرسه، ولی خب خیلی هم به خاطر حالا اگه ازدواجی، مراسمی، چه میدونم، هدیه‌ای دوست دارن که طلا هدیه بدن. و این همه آدم تو بازار، خیلی اینجا رو انتخاب میکنن چون فکر میکنن که به نسبت طلا فروشه دیگه اجرت کمتری میگیرن و طلای بهتری ممکنه گیرشون بیاد. ولی هر جایی باید مراقب باشید که سرتون کلا نره. این حالا طلا و بستگی به ساختشون، خب قیمتاشون فرق میکنه، این اجرت ساختشون فرق میکنه، ولی فکر کنم گرمی الان چشم نخورده به گرمش، ولی سو خورده ای باید باشه. زیاد تغییر خاصی تو این مدت تو قیمت طلا رخ نداده. برگردیم بریم بیرون. این به خاطر اینکه به شما عزیزان کلی قول داده بودم و گفتم حتما میارمتون ببین. برگشتیم بیرون. یه چیزی بهتون بگم، سعی کنید اگه طلا رو برای سرمایه‌گذاری می‌خرید کم اجرت بخرید، اگه دست دوم می‌خرید خیلی مراقب باشید که حالا سرتون کلا نره. در هر صورت مراقب باشید دیگه. واقعا الان من میگم اینجا خرم و پزونه، خب ولی الان حساب کنید شهرهای جنوبی الان 50-51 درجه تابستون اولش، اصلا واقعا نمیدونم چه بلایی قرار سرمون بیاد و چه جوری میخوام تابستون رو سپری کنی. واقعا میتونم به جرات بهتون بگم که تابستون خیلی گرمی رو داریم شروع میکنی و کاملا قابل احساس. نه الان همه کلاهاشون رو اینجا آوردن بفروشن به خاطر سایه‌ای که ایجاد میکنه، به نظرم خیلی منطقی هم به نظر میرسه. این مغازه ها رو نمیتونم الان واقعا بهتون نشون بدم، اونقدر جمعیت زیاده. اینجا هم شرف اسلامی شمشیری نایب داری، همه این رستوران های قدیمی بازار هست، باز دیدی سرهای خیلی خوبی داریم تو بازار، قهوه خونه هایی که اگه خاطرتون باشه املت و نیمگاه
فوق‌العاده می‌ذارم واسه صبحانه، اونایی که بازار رو صبح زود میان برای خرید، به خاطر هم جمعیت کمتری توشه، هم ازدحام کمتری داخلشه. ولی در کل یکی از جالب‌ترین مکانایی که هیچ وقت جمعیت خالی نمیشه، حتی تو فصل سرما که تو فصل گرما بازار هستش. انقدر نوشیدنی میخورم آدم دلش میخواد. با خاکشی ترکیبی میزنم با تخم شربتی. مثلا میتونی خودتون میکس کنید دیگه اجوری که میخواید. الان شاید باورت نشه همین اجاره این مغازه برای خیابون اصلی بازار ماهی 200 میلیون تومنه. فکر نکنید خیلی چه در خب در میارن دیگه. اینقدر که یا بالاخره پاپوری زیاده، مخصوصا تو گرما که دیگه اینا بازار اصلیشونه دیگه تو این فصل. یه دونه دوتا هم نیستن ها، فکر کنم بالای 10-15 تا باشن، ولی با این حال تعداد آدمی که از اینجا گذر میکنه به شدت زیاده. رسیدیم سر بازار زرگرا. حالا از اونی که میگفتم بازار طلا فروش ها تعطیله، حالا ببینیم بازار زرگرا هم تعطیل. خیر اینجا هم بازه، یعنی کلا دیگه مشکلاتشون حل شد و نیازی نیست دیگه اعتصاب کنن. خیلی قش خیلی خاصی هست این طلا فروش ها، همه چیز مال خودشون باید کاملا هم بازه. نمیخوام وارد بازار شم، قرار نیست وارد بازار شیم، قراره خیابون رو ببینیم و بریم به سمت چراغ بر. ببینید اگه از یعنی که 30-40 سال پیش اینجا رو یاد دارن، خب مسلماً زمین تا آسمون فرق کرده. کسایی که حتی 10 سال پیش اینجا رو به یاد دارن بازم فرق کرده. این میدونید چیه؟ این آب دو خیار دست درد نکنه. چند؟ چند؟ 40 تومن. این آب دو خیار رو خانون 40 تومن. این چسبه داره، یه ذره کشمش داره، یه ذره نون داره، یخ داره. واقعا یکی از بهترین و خوشمزه ترین غذاهای یالا غذا به حساب بیاد دیگه، چون نونم توش هست که عزیز درست میکنه. یعنی آب دو خیار دلتون آره شاید بعد دوست نداشته باشم، ولی خب سیرم جزء چیزایی که آدم خیلی دوست دارم توش درسته. واقعا یه بوی فوق‌العاده زمختی ممکنه بده دهنتون، ولی خب اگه جایی نمیخواید برید واقعا مصرفش خوبه. مثلا حالا اینجا که زیاد رطوبت نداره، کشوری که رطوبت داره خب مسلما خیلیاتون میشناسیدش که چه مصرفی داره برای اون کشور. نگاه های تند تیزیه که یه سر ناصر خسرو رو بنده ممکنه بیفته، به خاطر اینکه کلی دلال دارو اینجا وجود داره. این ماشینایی که حالا ماشین برقیایی که تو بازاره، نفری 7000 تومان بلیطشه و چند تا مسیر رو میده که چهارا سیروس میره به سمت گلوبندک، یعنی برام که میره سمت میدان توپخونه برای مترو امام خمینی. اینا رو بهتون میگم که حالا اگه یه زمانی اومدید بدون میتونید با اینا برید. 7000 تومان هزینه یه نسبتا زیادی نیست دیگه. الان شما تاکسی شما سوار بشی بس 5000 تومان بدید و این هم دو تا تورمه که ما دوچارش شدیم. این قسمت یه شرکت مغازه های عد فروشی بیشتر عمده فروشی شدیم، عطر خالص رو دارن که حالا ترکیب میکنن اونهایی که بلدن و عطر جدید تری رو میسازن. حتی دست راست بیشتر تعداد مغازه هاش داریم میریم به سمت کوچه مروی و فلافل مروی و اینجور جا. الان نگاه کنیم موتوری ها میتونن برن بیان یا بعضی از وانتی ها. از ساعت 4 بعد از به بعد ماشین های شخصی هم از اینجا میتونن عبور کنن یه جورایی. اوه اوه چقدر تب جایی کولره رو چیز داده که کله انقدر شکسته
برای آسیب نمید. من میگم الان توی این فصل دیگه به نظر من زیاد سیب زمینی تخم مزه نمیده، خیلی گرمه. همون آبدو خیاره شد یه داره حجمش کم بود، ولی خب با کشمش و گردو و سبزی و زیر و یخ و نون و حالا با شما بگید چه چیزایی اضافه میکنیم، ممکنه بعضی چیزای دیگه هم دوست داشته باشم. دقیقا همون اتروشی هست که بهتون گفتم، یا لمت باید وسایل آزمایشگاهی میشه. دستم که حالا از مروی به بالا شروع میشه دلاله دارو. یادم اون اوائل 3 سال پیش که ویدیو ساختم خودم بی دقت نبودم، ولی خب بیشتر اون دلاله خیلی حواسشون جمع بود و یک کتک حسابی ازشون خوردم. خب چند نفر هم دیگه، نه یه جون دوتا که نیستن. ما خوردیم نتونستیم بزنیم، بیشتر دفاع کردیم از خودمون. ولی خب همیشه دیگه از اون به بعد دیگه خیلی حواسم رو جمع کردم. واقعا کار سختیه، این اصلا فکر نکنیم تو جامعه ایران اینجور کارا واقعا سخته، چون هیچ قوانین خاصی وجود نداریم. یکی از ورودی های کاخ گلستان هم به حساب میاد. اینجا هم که کوچه مرویه و اینجا هم فلافل مروی خیلی معروفه. آره من اسم اینا رو میگم اصلا قصدم این نیستش که تبلیغ کنم، چون واقعیتش واسه من هیچ منفعتی نداره، فقط میگم چون میدونم خب خیلی شنیدن اسمش، یعنی اینجوری نیست که ندونن. فلافل لبنانی هایی که حالا تو کوچه مروی هست اینجا یه جورای محله عربان به حساب میاد، چون کلی عرب زبون ما اینجا داریم، عرب ایرانی که حالا اینجا از قدیم بودن و هنوز هم هستن، اینجوری نیستش که تموم شده باشه. الان بورس حالا چیزای آرایشی و وارداتی مثل قهوه و کافه و چای و خیلی چیزای اینجوری اینجا الان، خیلی از لوازم آرایشی که بهتون گفتم. من دیگه دارم یواش یواش ذوب میشم، میکنم تا نیم ساعت دیگه خودم گرم و زده شم، احتیاج دارم به یک آب به به نطلبیده که اینجا این کلمن ها همیشه خوبه. ببینید قبلا اینجا همیشه این رسم جالبی داشتیم، حتی خیلی جالبی برداشته شده بود که هنوز توی بازار هست. خیلی خنکه. به من گفته بودید که چرا هیچ وقت تو ویدیوهاتی چی نمیخوری؟ الان آب خنک خوردم، ولی من میخورم، چرا نمیخورم؟ فتوسنتز یا نمیخورم؟ حتی پراشکی خیلی دوست دارم اما نمیخورم، به خاطر اینکه کالری که به میده زیاده و من هم نیاز به کالری ندارم. میگه وای بامیه، چه بامیه ریزی. من عاشق خورشت بامیه و کنگرم. حالا نمیدونم شما عزیزان تجربه شده دارید نه، ولی واقعا خوشمزه است. اینا چیزی که عزیز درست میکنه دیگه، حالا با روش های مخصوص خودش اصلا عجیب غریبه. اولین غذایی که دوست دارم قرمه سبزی، اصلا با هیچ غذایی نمیتونم مقایسش کنم. حلیم هم به شدت دوست دارم، یعنی به جوری حلیم رو دوست دارم که میتونم یک هفته حلیم رو به عنوان صبحانه ناشام بخورم، ولی خب کار نمی کنم. دیگه داریم میرسیم به بازارچه مروی، همونجایی که فلافلیش و نون بربریش و خود محلش قرار داره. یه چند تا اینجا مغازه هست، این مغازه ها اینجا به قیمتشون مناسب، جنساشون به جنساشون هم خوب. حالا اگه اومدید
یه نگاه بندازید. از یکی دارید میشنید که خیلی تو بازار بوده، یه جورایی بازار بزرگ شده. دم عید اکثر عمده فروش‌های بازار که جنس هاشون هم خوبه بردن، شما باید دو ساعت عمده ازشون خرید کنید، تک فروشه میکنم. این بازار چه محبی دیگه از اون رونق خودش افتاده، فقط یه تعداد آدم قدیمی داخلش مونده. و اکثر مغازه ها تعطیله. همون رو باز کنید. باش. من اون نون بربری بود که بهتون گفتم. اینم یک فلافل فروشی. برگردیم بریم به مسیرمون ادامه بدیم. خب رسیدیم سعدی جنوبی. شاید خیلی هاتون این هتل نیکان رو بشناسید، یا هتلایی که هتل میلاد، هتل سعید، نمیشن مسافر خونه هایی بودن ولی الان هتل هم دیگه، همه حالا یا سه ستاره هن یا همه اکثر هم سه ستاره هن یا یه ستاره هن. حتی دیگه رسیدیم سعدی جنوبی، داریم میرسیم به سمت چراغ‌برق. اینجا هم بورس کوله رو از فصلای سرد سال سمت گاز هم میره، پوشالا هم که میبینید دیگه. بتونیتون بگم پارکینگی که خیلی هم میان پارک میکنم ماشیناشون که برن بازار، همین پارکینگ ناصر خسرو همینجا که میبینید، یک پارکینگ خیلی هم جرمیه که حد نداره. دیگه داریم میرسیم به مقصد نهاییمون. خیلی هتل مسافرخونه اینجا زیاد ها مهمان پذیر، اکثرا همه مهمان پذیر و هتل اینجور چیزا هست. رسیدیم به خود خیابون امیرکبیر کنونی یا همون چراغ برق. دست چپ اونم که میدون توپخونه است، دست راستمون هم میره سر همین حضور. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.